سلام، برام انتخابات. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برام هستم. به اساس هشدارهای زنجیره‌ای شورای نامزدان معترض ریاست جمهوری افغانستان، قرار است فردا یا از آغاز هفته پیش روی که فردا است، اعتراضات به نام مدنی اما به قبل مردم زدنی شروع شود و سرک میدان هوایی کابل مسدود ساخته شود. اعتراضات به دلیل نارضایتی حضور آقای غنی در قدرت از جانب نامزدان معترضین به عنوان اهرم فشار سر حکومت افغانستان است. آغاز اعتراضات هرچند تا فردا عملی نشده، هشدار قبلی هم وجود داشت اما عملی نشد. معلوم نیست، اما به اساس تعهدشان، به اساس آمادگی قبلی، قرار است فردا این تظاهرات شروع شود و بالاخره یک سرک بسته شود که میتونه خیلی جنجال بزرگ را به مردم شهر کابل ایجاد کنم. آیا یک سرک است، سرک های دیگه هم است، جاهای دیگه هم است و الترناتیف دیگه چی است؟ چقدر میتونه که رویکردهای مدنی بتونه کابل را کاملا بسته کنه و یک فشار خیلی بزرگ برای زندگی عامه یا روزمره مردم افغانستان یا مردم کابل پایتخت افغانستان شکل بگیره؟ مجموعه فاکتورها را با توجه به آمادگی حکومت برای دیالوگ، ریاست اجرایه و چگونگی بیرون رفت از بنبست به وجود آمده میخوایم شب بررسی بکنیم. در بحث امشب با ما جناب آقای عبدالرحیم ایوبی، عضو پیشین مجلس نماینده ها، جناب آقای دکتر لطیف نظری، معاون دوم در تیم انتخاباتی وفاق ملی، آقای زمانگل دهاتی، رئیس سازمان صلح و توسعه، و آقای دکتر صمیم شمسی، حقوقدان، با ما حضور دارند. استودیو دیگه خوش آمدید میگم مهمانان در استودیو، همچنان آقای شمسی در استودیو. بحث را از جناب نظری میخوایم آغاز بکنیم چون در شورا هستن. حالا اگر یک کم معلومات بدین فردا چی میشه، چی در تدابیر چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما، مهمانای گرامی حاضر در بحث و بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. در واقع همونطور که شما اشاره کردین و قبلا هم این بحث ها مورد توجه قرار گرفته بود، با توجه به ناکامی فرایندهای مذاکره و همچنین تمکین نکردن حکومت افغانستان به خواست شورای نامزدان ریاست جمهوری، قرار است در هفته پیش رو تظاهرات و اجتماعات در حدود 40 تا 50 هزار نفری، البته اگر بیشتر شود خب چی بهتر، ولی حداقل چنین روندی در نظر گرفته شده. در کابل پایتخت یا دیگه ولایت هم هست؟ در آغاز حرکت ها از کابل خواهد بود. همین 40-50 هزار در کابل هست. بله، و بعدا قرار است که در ولایات هم امی روند مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد، چون برداشتی شورای نامزدان ریاست جمهوری است که ما با یک روند روبرو هستیم که مانیفست حکومت آقای غنی را قدرت مطلق تشکیل میده و از آنجایی که قدرت مطلق به گفته مونتسکیو فساد میاره، ما عملا چنین روند را در حال حاضر شاهد هستیم. نه به صحبت های شورای نامزدان ریاست جمهوری تمکین صورت میگیره، نه به خواست احزاب سیاسی و حتی چهره های تاثیرگذاری که به گونه میتونه در مدیریت بحران کلان سیاسی نقش داشته باشه. با توجه به این مسئله در واقع تصمیم اتخاذ شده که فشارهای سر حکومت اعمال شوه، چون قبلا همی روند گام به گام مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراین به هر میزانی که فشار سر حکومت اعمال شوه، به نظر میرسه که گسلی که بین نخبگان حکومتی در حال حاضر وجود داره و گسلی که بین مردم و حکومت وجود داره و گسل آقای نظری، حالا بس ما تعریف امی فشار است، آیا این حرکت مدنی خود بود یا زدنی به قبل مردم؟ ببینید، شورای نامزدان ریاست جمهوری تمامی روندها را با حفظ ثبات افغانستان و منافع کلان افغانستان و در چارچوب قانون اساسی افغانستان که تجمعات و اعتراضات و نافرمانی های مدنی را حق شهروندان افغانستان نافرمانی های مدنی یعنی چی؟ در کدام جای قانون آمده؟ ببینید، شما اگر بخواید تعریف دقیق تر بر اساس ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل، نه ما از قانون گپ می‌زنیم، نافرمانی های مدنی. ببینید، نافرمانی های مدنی در واقع بخشی از تجمعات و اعتراضات هست که شهروندان
افغانستان او را میتونه در برابر یک حکومتی که از عمرش هم در واقع چیزی نمانده، هیچی که سپری شده و به هیچ یکی از خواست شهروندان افغانستان. پس شما از خط به نام قانون عبور میکنین؟ هرگز، من پیشتر اشاره کردم ممکن است در ذهن شهروندان افغانستان نافرمانی مدنی ای که در واقع شما حکومت را بخواین یا نظام را بخواین با چالش ساختاری روبرو بسازین. نه، هدفی نیست. شما حکومت را نه، مردم را با چالش ساختاری مواجه میسازین. حالا بند کردن یک میدان هوایی، سرک ها، اما دو سنگ آسیاب است که در وسطش مردم قرار میگیره. فردا ممکن است صدها هزار نفر از کاروبار بانن، شهر کابل بسته شوه و 50,000 نفری که اگر قرار است یک سرک بند کنن، یک فاجعه بزرگ برای مردم پایتخت است تا حکومت. ببینید، تحولات اجتماعی معمولا مثل پدیده های طبیعی در هر کشور وقتی که انحراف و تبیین وارونه صورت بگیره آمده نیست. از او که فردا ما با یک انتخابات پر از تقلب روبرو میشیم، یک بحران کلان افغانستان در بر میگیره، خوب است که قبل از برگزاری انتخابات تدابیر سنجیده شود که ما یک انتخابات سالم و شفاف داشته باشیم که فردا هم نتیجه از او برای مردم افغانستان قابل قبول باشه و هم ما بتانیم آغازگر یک روند جدیدی باشیم که نقطه ختم بحران تصور شود. شما پیش در ورودی میدان خیمه تحصن میزنین، موترها را نمیمانین، چی هست همی حداقل فشار که آغاز میشه به اساس آمادگی قبلی؟ خب ببینید، یکی چرا در منظور ما، منظور ما تحلیل نیست، منظور ما پرسش معلوماتی است. فردا از کجا آغاز میشه؟ در ورودی میدان هوایی، سرکای مقابل ارگ، دی افغانان، خیرخانه، کجا؟ ممکنه این تمامی شهر در بر بگیره. البته من اشاره کنم که ممکنه حتما لزوما شما تاکید نکنید که باز بعدا انتقاد کنید که چرا این تجمعات برگزار نشد. ممکنه فردا لزوما نباشه. هدف است که در این هفته جاری در واقع وقتی که تدابیر سیاسی و امنیتی سنجیده شوه، این حرکت شروع میشه و اولویت دروازه ورودی میدان هوایی هست و هدف اساسی است که تکثیر شود و پخش شود و این صدای مردم به گوش حکومت و به گوش. چرا میدان هوایی رو شما انتخاب کردید؟ من اشاره کردم که یک اولویت بندی وجود داره. حالا دلیل اولویت بندی هم باید معلوم باشه، بر اساس چی میدان هوایی در اوج صدها مسافر ملکی میره رفت آمد میکنه؟ چرا میدان هوایی؟ به خاطر که رفت و آمد هم داخلی و هم خارجی در اونجا وجود داره و هدف اساسی است که همونطور که ما قبلا با دیپلمات‌های خارجی صحبت داشتیم که فشارهای بیرونی هم سر حاکمیت اعمال شود. از آنجایی که ما در یک پیوند ارگانیک با جامعه بین‌المللی قرار داریم، بنابراین این پژواک من فکر میکنم میتونه همشمول باشه و تا حدودی فشارهای بیشتر بر حاکمیت اعمال بکنه. بسیار زیاد تشکر. اجازه نظر آقای دیاتی هم پولیدون بگیریم. چقدر این رویکرد میتونه اقناع کننده باشه برای اعمال یک فشار مستقیم بر حکومت؟ سلام بر شما و حضور گرامی در بحث و بیننده های شما. ما می خواهیم که یک ذره سری مسئله اگر اجازه باشه بنیادی صحبت بکنیم. تصامیمی که ریارویی که در بین رئیس جمهور و شورای کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شده هست، باید با مسئولیت بگوییم که این ناشی از منافع تنگ شخصی و گروپیز، نه منافع عامه مردم و مشروعیت دادن برای دموکراسی در درون افغانستان. شما ببینین مشکلاتی که امروز ما با او روبرو هستیم، این حداقل پیشینهش بعد 10 سال قبل برمیگرده. اینمی خلاهای سیاسی و قانونی که وجود داره، برای اونا فرصتهای بسیار زیادی وجود داشت که اگر همی دوستان میگن که ما انتخابات شفاف میخواهیم و بالاخره حقوق مردم و انحصار باید رفع شود، برای این فرصت های زیادی وجود داشت که اینا خلاهای ناشی از قانون، از یک قانون معیوب باید رفع میساخت. و امروز حد رئیس جمهور، حد کاندیدها و دیگرها باید در قانون صراحت میداشت که بر بنیاد از او مدافع و مخالفش باید وصول تعریف میکرد. شما ببینین که اینمی سنتی که امروز 3 ماه به انتخابات مانده،
تحت اینمی سنت ما سه انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسی را برگزار کردیم. ولی هیچگاه امی کاندیداها، اکثریتش کاندیداهای بارز، اینا اعضای امی حاکمیت بودن که در او وقت امی انتخابات برگزار شد. اینا حضور داشتن، ولی هیچ وقت به همین نقصه حقوقی و بحران ناشی از او. آقای دادی، به این مفهوم نیست که اگر دیروز نکردم روز نکنم. نمیشه که خرابی دیروز را بله. ما میم به این مسئله. منظور ما این هست که هیچ وقت اینمی خلای معیوب قانون رفع نشد. امروز در وقتی که سه ماه به انتخابات مانده و در همین سه ماه نه قانون تغییر میشه، نه کاندیدای ریاست جمهوری در او موقعیت حقوقی هست که اینا قوانین تغییر بکنن، برای اینکه تغییر قوانین در قانون اساسی معین هست که کار لای جرگه هست که او تدویر نمیشن. از این لحاظ هست که اینی تقابل فقط برای ایجاد یک بحران هست و مثل که شما گفتین یقینا هم کفاره ازیر باید ملت بکشه و هیچ طرف در این مسئله از لحاظ قانونی درخواستایش مشروعیت وجود ندارد. مثلا خب تا اول جوزا رئیس جمهور مدتش ختم شد ولی محکمه یک مشروعیت بر از او داد، یک فیصله کرد. محکمه همیان میگن که تحت فرمان خو، آقای غنی خوی اجازه بتین نه، وقتی که این رقم هست خب باید نظام در مجموع زیر سوال بیاید، در حالی که به هر صورتش استقلال قضا باید تامین شود، او را با مسخره و مزاق نباید گرفت ولو تاثیرات داشته باشند. مسئله دومی که امی خواست که اینا داره، این در کجای قانون هست؟ مسئله دیگری که ما میخواییم به اشاره بکنیم که فعلا اولویت منافع مردم چی هست؟ ما باوریم اوی است که اولویت منافع مردم افغانستان صلح هست. این 50,000 نفر را که آقای نظری میگه جز مردم نیست بفخر؟ ما شما اجازه بتین. باوریم اوی است که اگر 100,000 هم اینا بکشن ولی ما اینجا 30 میلیون مردم زندگی میکنن. و این 50,000 نفر شما باز ببینین که به زندگی و منافع مردم افغانستان اینا برخواهد خورد. مثل که شما گفتین. این 50,000 نفر یقینا راه بسته خواهد شد. بسته شدن راه بزرگترین فشار از سر مردم هست. قطعا با آنکه در قوانین تظاهرات و چیز آغاز حرکت خیلی هم مبتنی بر تعریف مدنی نیست. آنچه که شروع میشه یک خشونت است. بند کردن یک سرک راهی عبور نه چیزی که در قانون پیش بینی شده. چقدر میتونه تبعات منفی بیشتر داشته باشه اگر ادامه کنه؟ شما ببینین ما برات بگویم که در همین لحظه به همین سطح بر همین انتخابات ولو میره جمهور فردا هم کنار بروند، این انتخابات یک انتخابات مشروع و شفاف نخواهد بود که ما میتونم بس در بعد توضیحش کنیم. چون که انتخابات هنوز در شاخ هاو است که میشه نمیشه. بله نه نمیشه اساسا نمیشه. ایوبی بپرسیم و... چرا میدان هوایی کابل فکر میکنه نقطه ای که گرفت به عنوان اهرم فشار در نظر گرفته مترزی نقطه درست است یا بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که مل دوستان خپا نسی، هر سړی حق لري چې خپل نقطه نظر ووایي. متاسفانه چې دغه شورا چې د ریاست جمهوری د کاندیدانو د خوا څخه رامنځته سوې ده، دی د دغه موجوده حکومت په مقابل کې، د دې نظام په مقابل کې چې دین ورته نظام وایي، ولی یوازې د انتخابات په موضوع کې راټول شو. آیا دوی په دې باندې د دې څخه مخکې او د اوس نه پوهیږي چې په دغه حکومت کې دا موجوده حکومت دی، د دوی څه کوي؟ دا حکومت ورته ویلی سو کله چې دې وطن کې د چا د ښځې او د نر حیثیت او ابرو خوندي نه وي، د چا ژوند خوندي نه وي. په نړیواله کچه باندې په کال کې 4 راپورونه راځي، په فساد کې اول، په غم و درد و تکلیف کې مملکت اول، او په جنگ کې ناامنۍ کې د دنیا په سطح باندې اول، رشوت کې اول، په ملکي او نظامي تلفاتو کې اول، حتی بې عزتي او بې ابرایي در دغه ځای راورسېدل چې زموږ پر خوندو باندې او زموږ پر لوڼو باندې
په انتخابات یا قدرت د انتخابات په نامه چوکۍ تور کول باندې د سکس موضوعات د پښه موضوعات مترکیږي د افغانستان پر نر او پر شزه پر کښنی او پر لوی خصوصا د مخکې استاد ول چې تاثیر گذار اشخاص باندې د دغه حکومت په مقابل کې قیام فرض دی ضروری دی قانوني دی شرعي دی کده میدان لار بندیږي کده کابل ټول شهرونه بندیږي هر څه چې منځ ته راځي سبب د دې بدبختی او سبب د پهښه او سبب د رشوات سبب د امنیتی او ملکی تلفات او سبب د رنگزردی هم موجوده حکومت دی او د موجوده حکومت اما ولې میدان فقره هر څه چې ووس د دې په مقابل کې پر واسو کې دا شي دا خاطر د دې ته ګور دکانو ته ور واچوي کورو ته ور واچوي اوس هم ورول لیدل اوس هم ورول لیدل اوس څنګه ورنه لیدل تاسو ته ګور کله چې د مملکت جنرال په بدتر حالت کې وینو نه دی بدتر حالت کله چې یو جنرال چې د رئیس جمهور د کورنۍ امنیت ساتي د کاکا زوی وي او هغه د اسنادو د ثبوتو په ویلو سره په وړاندې کولو سره وایي چې زه لرم چې پر هغه خور باندې تجاوز کیږي څوک چې د وظیفې دپاره 13 کاله سبق ویلی دي 40 کاله سبق ویلی دي دلته بیا دکان مو اهمیت نه لري دلته بیا د لارې بندېدن کې اهمیت نه لري کله چې اساسي قانون په مطلق هغه اساسي قانون ګور چې په بنیاد باندې په لکونو انسانان د نن ورځ پرې د ولسواکۍ او د ډیموکراسۍ او د اساسي قانون زما او ستاره کم 300 ځوانان ولا راو شهر پارک نه ځي په میدان ځي ګوره د امدا ګوره زه یو خبر کوم اپ ته بنره او سړک ته بنره وځي لا د شهر ولا پارک نه ځي ګوره پر ار په نورو ځایونو ځي په میدان دا اوس به د دې په دغه پرې اړه لري چې امنیتي مشکلات لري یو اول واری فشار واری دی زه د دې باس نه کوم زه د دې شورا باس نه کوم زه عموما دا وایم چې دغه حکومت په چې د چې نظام دا پارلمان دا وښوره دا پارلمان دا خبره کوم دا کتاب څه خبرې لري دا نظام زنه توجیه کوم وخت پوره دا قانون لپاره تفسیر مشکل لري ستره محکمه د حکومت تر چتر لاندې دا او په قانون کې ډیر وزیر راغلی چې خغل غنی لاول د جوزانه ورو خرج بل اما دغه نظام د قیام پر اساس چې تاسو وایي بدیل بچي بیرته به بعد اویای ملسیز جګړه کوي دا یو بهانه ده ولې ځو مش انسانانه جوړي خو همدغه کسان چې دان ته تاثیر گذار وایي همدغه کسان دا تاثیر گذار څوک دي چې دا وزر ته وایم دغه قرضې صاحب چې اوس پالته ناشې په کور کې د موسسو بنیاد گذار د دیموکراسي دي د افغانستان خلک د طالبانو د پاکستان او د ایران او د روسانو د چینایانو په نیابتي جګړه کې په یو دلیل باندې چول دي چې موږ په دې وطن کې اساسي قانون لرو زموږ په دې وطن کې په پارلمان د پارلمان اعضا او رژیمون د خلکو په پاک او شفاف رای باندې راځي او د خلکو د ارادې تنظیم کوي اما دا کارځي چې تاسو وایئ اجازه حاصل کی د خلکو انتقاد په دغه څه چې غلا و زم دا وایم ګور چې یاد دې دغه نظام چې موږ بچان د دې نظام د بقا په نامه باندې هر ورځ وزل کیږي راوړې وزید دغه خلکو مخ دې ونیسي چې قانون اساسي تر پرو لاندې کوي دغه خلکو د مخ دی ونیسي چې زموږ پر ناموس زموږ پر خوندو باندې تجاوز کوي دغه خلکو مخ دی ونیسي چې د خلکو په کورونو نه وځي 15 لاس لاس شل کس هر ورځ په هر کور کې په شهادت باندې رسي دغه خلکو مخ دی ونیسي چې افغانستان د دنیا په سطح باندې په ماده خلاصه کړه د خلکو مخ خاوني ول شي قیام دی وشي اما بدیل څوک شي بدیل دې دغه خلک بیرته داس جوړ کړي د نظام دی جوړ کړي داسې مسلمان دغه بدیل نه دی دا چې اوس ناس دی دا قیامت دی خدای واخی دا دردغه نړیدلی نظام نور چی شي دی تاسو د چی نظام وایس ته ما ته یو تلس په صد پر سر مکمه اعتماد لري فردی او قضایی ارګانو زه خو نه لرم اما لار دی حال لار دی حال دا چې دغه کارشوان جوړی تر نه واخی سل شي دغه دوکاندار دکان اوس هم جنا خسته اوس هم دا خسته د چې د درنی ملیون مواد مخدر باندې مبتلا ځوانان لري او ته په صد لاس په صد هر میاش بدی کی زاپه کیږي دا د وطن ستونزه نو ارڅ چې کیږي ودی شي او دا کسان دي خو سبب یې دغه دی دا باید بین ولاړ سي یا دا باید ته مجبور سي چې پر قانون باندې عمل وکړو نو قانون په حالت تعلق کې فکر کوي چې فشار خلکو ولې د بین دي یو سړی دی د ارګ دی وځي یو سړی دی استفاده ورکی او کینو ورکی وطن چالش ته کشي سبب یې دی سبب د ملکی تلفاتو دی سبب د نظامی تلفاتو دی سبب د رشوت او چور او چپاول دی سبب د ترویج د پاشا دی اما باید د خغلی غنی جزا اغه کراچیوان ترکاری فروش دکاندار او عامه غړي ورکی زوان چې کراچیوان نن خوله د کراچی وسلري په خپل کراچی کې وجل کیږي پر یو موبایل باندې وجل کیږي یو لا کله زره وزارت داخله پروژه کې خدا کسان خدا کسان دغه مجموعه چې مخکې کاغلي کاغلياتي ویل ګور ګور ا اوج د فساد دیدو په وخت کې وشو دو خپلم تجربه او امکان ورکړي خلک دغه کسان چې نن دغه اجتماع سازمانی هغه کسان چې نن غنی انتقاد کوي خپلم ته خپل خلکو په دفاع کې خبره نه ده کړې
زده دی خلق دار نه ملائکه زده خلک دا افغانستان خلک تاسو داسې مګنین چې د پنځو سیاسي اختلاف ګورو په غریبان کې ما چولې دی ور کړی او هغه چې هر لوبه در باندې کوي او تاسو یو دلیل وړاندې کوي چې سبب څه کیږي یا پاویای مکی څه کیږي یا قانون اوس د قانون خبرې کوي د چی شي قانون کوم دی قانون یو سړی دی په ګرد افغانستان کې دغه د آریانا ټلویزیون کامر دا اوس ما سرپدانی مشپه کې وباسي که پر عدلی او قضایي ارګان باندې په لسو کسانو کې دوو نفرو هم د اعتماد ووایي چې بالکل زه راضي یم چې ستره مکمل لرم زه څرن والي لرم یا دوو نفرو د پارلمان په متعلق باندې په لسو کسانو کې وویل چې موږ پارلمان لرو یا دوو نفرو په لسو کسانو کې وویل چې موږ یو داسې رئیس جمهور لرو چې په خپله عادل دی او هم د دې وطن د اساسي قانون یې د پښو نه دی لاندې کړی د دې وطن حیثیت او ابرو په خطر کې نه ده اچولی په دې وطن کې هره ورځ 200-300 کسان نو وجل کیږي په غلا کې په اختطاف کې په چور کې په چپاول کې په شپشکلن انجلی دلته دا سرونه نجم پرې کیږي د چې شي نظام خبرې کوي د کم قانون خبرې کوي زه یو خبره اخري خبره کوم زما په شخصي نظر باندې نه دا چې دغه شورا یا په دې ریاست جمهوریت کې خلک چې دي دا ګل ګلزار دي دام د دې دغه دي مګر په دې مسر کواکن غیرت پکښې دي واکن وجدان ته ملامت دي واکن د افغانستان د ډیموکراسي او ولسواکۍ تجمن دي او دغه کسان چې هر ورځ د ولسواکۍ او د ډیموکراسي لپاره وجل کیږي هر څه چې کیږي د اشرف غنی په موجودګۍ کې د انتخاباتو ته تک په معنا دادی لکه سړی چې د ډیموکراسي او هغه ځوانان چې د ډیموکراسي لپاره قرباني ورکوي د هغو پر مخ او پر وینه او پر قرباني باندې تون حالت دی د اشرف غنی په موجودګۍ کې د انتخاباتو سوچ فکر کوم چې دی دا په خپل حماقت دی دا اسمانه نه لري آقای شمسی خوش آمدین به بحث و صحبت ها را شنیدید تا حد شما تجربه خیلی تلخ هم از انتخابات پارلمانی داشتین تمام اسناد سر و صدا و جدال برای تامین عدالت بالاخره ضرب صفر شد و مجموعه ناعدالتی ها از مجرای انتخابات پارلمانی افغانستان بالاخره یک وضعیت را به وجود آورده که امروز پارلمان هم نمیتونه نفس آرام بکشه و بی‌سرنوشتی مس چقدر آقای غنی با تمام فشارها با توجه به تجربه قبلی بازم نخواهد گفت به قول شما سلام حضور شما مهمانان محترمتان در تالار و هموطنان شریف و باعزت افغانستان دو نقطه را ما میخواهیم به او اشاره کنم یکی خو ما حرکات حکومت تقنوی های حکومت به قانونی حکومت در شرایط کنونی نادیده گرفته نمیتونیم ولی متاسفانه حکومت بسیار خودسری زیاد میکنه و از طرف دیگر ما به هیچ وجه طرفدار تظاهرات 50,000 یا 100,000 یا 80,000 مردم در سرک ها و در جاده ها نیستیم شما میبینید که متاسفانه چه حکومت افغانستان است و چه مردم دیگه است هر روز با استفاده از امکانات حکومتی و از ضروریات حکومتی استفاده میکنن هر روز محافل درست میکنن مجالس ترتیب میدن شما دیدین امروز هم محفل بود راه ها بند بود تمام مردم افغانستان در جاده ها مانده بودن تمام اینا از امکانات حکومتی به نحو مختلف استفاده میکنن و مردم افغانستان مردم بیچاره افغانستان تاوان تمام مبارزات از اینا را میده آقای شمسی شما در هتل ها رفتین شیشتین حداقل سرک بند نکردین با نرمش رفتین با کمیسیون رفتین عذر کردین زاری کردین و حداقل خواستار تامین عدالت در افغانستان شدین اما پاسخ با پیش پا زدن بود هیچ چیز بدست نآوردین آقای نظری روی می نقطه اشاره داره که اگر فشار نباشه غنی یا ارک تمکین نمیکنه و در این صورت رای بدیل هست اگر 50,000 نفر نبرای برید ما باورمند به این هستم که باید از طریق مبحث های دیگه و از طریق راه های دیگه چی مبحث های؟ با فشار جامعه جهانی متوسل شدن به اتحادیه اروپا و سازمان هایی که در امور انتخابات افغانستان کمک میکنن شما متوسل شدین یا نه قبلا خودت شرایط ما با شرایط اینا فرق میکنه چی فرق میکنه شرایطی فرق میکنه که متاسفانه او مرحله انتخابات طوری شد که با تخطی تقلب تخلف مواجه شد حالا یا میگن که ما در یک عمل انجام شده واقع نشیم باید قبل از قبل جلوش گرفته اینا جلوش طوری گرفته میتونن اولا خود کمیشنرها را خود از همی احزاب و همی کسانی که امروز به عنوان رئیس جمهور در افغانستان هستن انتخاب کردن اینا باید در قسمت انتخاب خود دقت میکردن و اشخاص متخصص و متعهد در وارد کمیسیون میساختن امروز نگرانی هایشان کم میشد ولی من فکر میکنم که اگر قرار به این باشه که از 25 جوزا
تظاهرات ها یا همی نافرمانی های مدنی به اصطلاح از اینا شروع شوه، مردم افغانستان بسیار به تکلیف میشه، خصوصا شهروندان کابل و از زندگی روزمره خود بیچارا پس میمونه. ما طرفداری نیستم. دو گزینه را همزمان در نظر میگیریم آقای شمسی. یکی که اگر تظاهرات نکنه همچنان با رویکرد مماشات پیش برند با حکومت افغانستان، چقدر جواب برای اقناع از اینا مطابق قانون، مطابق عقلانیت سیاسی درست خواهد بود؟ و اگر فشار بیارن چقدر میتونه فشار عملی باشه؟ خب اول خو اینا ما فکر میکنم که صحبت بکنن، بحثایی را داشته باشن، با جامعه جهانی صحبت بکنن. اگر توسط صحبت ها و دیالوگ و گفتگو موضوعشان حل نشود، در اون صورت اینا میتونن که آهسته آهسته فراتر حرکات خود انجام بدن. ولی متاسفانه دفعتن در یک مرحلگی اگر اینا به سر کار میریزن، مشکلات به مردم افغانستان ایجاد میشه و تاسف ما به این است که امروز هم حکومت، هم طرفداران حکومت و همی کسانی که به عنوان نامزد رئیس جمهور خود کاندید میکنه، از فقر، بیکاری، ناداری، ناگاهی های سیاسی مردم استفاده میکنن و هر روزی مردم بیچاره را به سرکا میارن و از اینا استفاده های ابزاری صورت میگیره. به جایی که اینا با همی هزینه خود به جوانای افغانستان و بیچاره های افغانستان یک راهکاری را پیدا کنن، ولی متاسفانه با پول های گزاف هر روز محفل میگیرن، هر روز تظاهرات میکنن، از همی قشر جوان بیچاره ای که دنبال نان و کار میگردن استفاده های منفی صورت میگیره. بسیار زیاد تشکر. من نظر من این است که اول اینا با دیالوگ حل بکنن، اگر موضوع از طریق جامعه جهانی و کشورهای زی دخل در امور افغانستان و در امور انتخابات افغانستان نتیجه بخش نشود، در اون صورت دست به تظاهرات و بحثای دیگه بزنن. بسیار تشکر. ظاهرا تظاهرات یا حرکت های مقدماتی معترضین یک مقدار توأم با فاز نافرمانی های مدنی است یا اعمال فشار بر حکومت، زور و عدم قبول خواستها یا فرمایش حکومت افغانستان. اما چقدر میتونه گسترش وضعیت در پایتخت و سایر ولایت ها یک رویارویی جدید را در برابر حکومت افغانستان و معترضین در یک سطح کلان شکل بده؟ یک وقفی کوتاه بگیرید. دوباره خوش آمدید. آقای نظری، حالا بحث چگونگی قانونیت نظام حالا یک بحث است که نمیشه هیچ کسی دفاع کنه. مشکلات فوق العاده هم زیاد است. چیزی که آقای ایوبی گفت بیشتر همی گپ دل درون جامعه و درون مردم نسبت به حکومت است. اما درد در برابر تامین عدالت مقابل حکومت پیش مردم این است که در کنار شما حداقل مو تیمای قدرتمندی که به قبل شما 50,000 نفر میاره، کسایی است که لندکروزر دولت زیر پایش است، چوکی دولت زیر پایش است، پول دولت هم مصرف میکنه، بادیگارد دولت زیر پایش است، پلیس دولت هم مصرف میکنه، باز هم سمت شما استاد میشه مقابل دولت. حداقل اگر بخواین عوام فریبی نباشه در بین، اول باید همی افراد بره از دولت کنار که حداقل همی صف دولت و غیر دولت پاک شما معلوم شد که کی است. خب من یک چند نکته هم در ارتباط با سوال شما و هم یک چند نقدی بر صحبت های آقای دهاتی با حفظ احترام به شخصیتشان دارم. اولا تیمی که ما از اون نمایندگی میکنیم هیچگاه در حاکمیت نبوده. شورا تصمیم گرفته و در شورا او تیم وجود داره. من خواستم که همون نقدی که مطرح شد بدون شک ممکنه برخی حلقات حضور داشته باشه، ولی نه من نه جناب آقای احمد ولی مسعود هیچ کدام ما اینجا بس ما فردی نیست. شما هم فردی بس نمیکنین. وقتی اعتراض میکنین تصمیم فردی گرفته نشده، در یک جمع گرفته شده. من توضیح میدم اگر شما اجازه بدین. دوم بحثی که مطرح شد که حکومت در واقع با یک روند غیر قانونی یا خلای قانونی به تعبیر آقای دهاتی اگر روبرو هست به خاطر کمکاری نامزدان اشاره کردن. ببینید حکومتی که به هیچ خلای قانونی توجه نمیکنه، حکومتی که لوی جرگه را برگزار نکرد بعد از 2 سال و نظام را درش تغییر ایجاد نیاورد بر اساس یک توافق نامه، حکومتی که انتخابات برگزار نمیکنه، انتخابات پارلمانی را 3 سال به تاخیر روبرو میشه، و حکومتی که قبل خود آقای یعنی پشتش دارن خوش میگه دقیقاً، و حکومتی که خودش میگه منتها نقض حرف خود میکنه و چیزی که از آقای غنی است و همه مردم افغانستان دیده. بنابراین این برمیگرده، این انتقادها به حاکمیت موجود، نه به شورای نامزدان ریاست جمهوری. دومی که تظاهرات یا حتی گزینه تحریم به منظور ایجاد فشار حداکثری بر حکومت است.
این در مخالفت با منافع مردم نیست. ممکن است. اما این باید گزینه آخر باشه، نه گزینه اول. خب من اشاره کردم. آقای شمسی گفت که باید دیالوگ شوه، با جامعه بین الملل ببینین، حداقل راهکار مدنی اگر پاسخگو نبود، باز راهکارهای دو میشه. خب آقای شمسی فراموش کرده که ما با یک دولت غیر متعارف و رئیس جمهور غیر متعارف روبرو هستیم که گرایش فوق‌العاده به قدرت مطلقه داره و این را همکارانشان هم تایید میکنه که طی 4-5 سال کار کرده تا ریاست اجراییشان. بنابراین با توجه به چنین وضعیتی ما شاهد بودیم که افراد مثل آقای شمسی هم شاید حقشان تلف شد و پارلمان را پیدا نکردن و تجمعات از نو هم به هیچ نتیجه نرسید. اما ما این حرکت تدریجی شروع کردیم، با دیپلمات های خارجی صحبت کردیم و گفتگو را در واقع مورد توجه قرار دادیم، پیام فرستادیم، هیچ کدامشان نتیجه نداد. ما در نهایت داریم به گزینه های آخر نزدیک میشیم، چون موعد انتخابات هم زیاد نمانده. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما بتانیم بر گرایش استبداد و انسداد و انحصار سیاسی در واقع غلبه پیدا بکنیم، بزرگترین خدمت به منافع ملی افغانستان است و این یک نوع ایجاد اصلاحات است، حرکت اصلاحی هست در واقع. بنابراین هدف اساسی این است که ما تخته او تخریب بکنیم نظام را. اما این حرکت اصلاحات در درون پوسیده فاسد است، مشکل داره، حداقل همی صف معلوم نیست. ما پیشتر گفتم که افرادی که در رمیج سازماندهی میکنن خودشان یک بدنه حکومت هستند. حالا حداقل همی صف خب باید معلوم شود که شما یک گروه حقانیت و عدالت خواه و در برابر یک حکومت فاسد و غیر قانونی است، نو طرف هم حکومت غیر قانونی، هویت ها باید معلوم شود، در درون شما هم حکومت هم است. خب ببینید، من پیشتر اشاره کردم وقتی که ما با یک حکومت روبرو هستیم که مانیفستی از این حکومت انحصار قدرت بوده، بنابراین حتی امروزه صدای ریاست اجرایی هم بلند میشه و اون حداقل در این با ما موافق است که حکومت صلاحیتش محدود شوه یا به حالت تعلیق برده شوه. منتها ما این کافی نمیدانیم به خاطر ای که آل از اون اسفا صورت گرفته. خیلی ماست مالانه است آقای. دقیقا. نمیشه که توجیه کرد ای پاسخ را. حالا بسیار روشن است. چرا افراد درون شما در یک حکومت غیر قانونی امتیاز میگیره، ماش میگیره، امکانات میگیره و شما نسبت به او لب بستین و نسبت به یک طرف دیگه لب باز میکنین و تهدید میکنین؟ ببینید شما اکثریت قاطع کسانی هستن که در بیرون از حاکمیت قرار دارن. بس اکثریت قاطع مطرح نیست، بس شورا مطرح است. من اشاره کردم که در شورا شما اگر حساب بکنید ممکنه آل نامردنش خوب نیست، یک فرد یا دو فرد، حتی اینا نقد هایی هم بر گذشته های از اینا، بر کارنامه های از اینا وارد باشه، ولی فعلا ما فکر نمی کنیم که درون شما هم پوسیده و فاسد است. چون ما چنین برداشت نداریم به خاطر اینکه با رأی اکثریت اینا همیشه هم نوایی و هم صدایی نشان داده. اما گذشته ها رو من اشاره کردم که آیا همین صحبت ها خود شما رو قانع میکنه؟ همین چیزی که شما میگین شما رو قانع میکنه؟ چرا قانع نمیکنه؟ یک کس یک رکن حکومت خود میگیره، از بودجه پول خیلی گزاف را مصرف میکنه و شما نسبت به او میرین از این طرف جواب میدین، از اون طرف جواب میدین، اصلا نمیخواین نسبت به او تمرکز کنین و باز میگین که طرف دیگه غاصب است، فاسد است، دزد است و باید بره کنار. حداقل یک بار سر به یخن خود اگر درو کنین که چرا شما هستین، اول برین شما کنار که همین صف معلوم شود و باز برین طرف حکومت شما. خب من فکر میکنم که به صورت مشخص بحث شما معطوف میشه به مورد خاصی که اونا باید سخنگویانشان پاسخ بده، اما به عنوان یک کلیت. اما نقش خیلی محوری در شورا داره. درسته، من اشاره کردم که به عنوان یک کلیت. ببینید، من اشاره کردم که حتی خود ما ممکنه نقدهای بر کارنامه از اونا داشته باشیم، ولی وقتی که با یک حرکت اصلاحی در هر نقطه یک نفر موافقت خود نشان میده، اونا را نسبت به یک بدنی حکومت در رسمیت مشناسیم. وقتی که یک حرکت مثبتی اصلاحی را، یک حرکتی که در نهایت میخواهد جلوی خودکامگی و روانهای دیکتاتوری را بگیره، ما در هر مقطع و شرایط از جانب هر کسی که باشیم باید از استقبال بکنیم. خیلی کوتاه، شما اونا را به عنوان یک بدنی حکومت به رسمیت مشناسیم، بله؟ بدون شک من فکر میکنم که در اون ارتباط هیچ تردید وجود نداره، اما تاکید پس حکومت هست که اونا رو مشناسید. من تاکید پس کردم پس حکومت مطابق قانون هست که شما رو اونا رو رسمیت بشناسید. ببینید آقای فیاض، من تاکید کردم که ما اگر بخوایم می روند به صورت کلی و جامع مورد بحث بتیم، ممکنه کلیت نظام از نظر همه قابل قبول باشه و همه ما در این چارچوب حرکت های خود را مورد توجه قرار بدیم. نظام حکومت دو چیز خیلی متفاوت است. من اشاره کردم برای شما، شما
در واقع تمرکز رو یک محور نکنید، اجازه بدید که بس پیش بره. بسیار آسان بگیم بگذر از این، میریم به طرف آقای دهاتی. حالا تا حد را هم آقای ایوبی هم آقای نظری روی نقطه های انگشت میگذارن که حداقل عقل سلیم را میپذیره. حکومتی که به حرف گوش نتا، حکومتی که بر اعتراض گوش نتا، حکومتی که سراپا روی کردش غیر قانونی باشه و اعتراض خیلی وحشتناک هم در افکار ما نسبت به کار کرده خود ایجاد داشته باشه، چه راهی بر ازو میمونه که در خلاص طریق دیالوگ مثلا حل شود؟ ببینین، ما خدمت شما عرض کنم که ما در انتخابات 1393 مشاور اشرف غنی و مسئول احزاب سیاسیش بودیم، ولی زمانی که بحران انتخاباتی ایجاد شد ما در همونجا که حل شوه حلی که مطرح شد که خلاف قانون اساسی و حقوق اساسی مردم بود، ما همونجا قطع رابطه کردیم. اینمی دوستایی که کاندید ریاست جمهوری هست، نه تنها که فعلا در حکومت هستن، بلکه در همو معضله ضد قانون و ضد حقوق اساسی مردم اینا تا اجازه بدین ما مبحث بسته کردیم با اجازه بدین تا دو ماه قبل اینا در حاکمیت حضور داشتن. مثلا اما دو ماه قبل حاکمیت مشروع وجود داشت و قبل اینا اجازه بدین یک غلطی بزرگ سیاسی همینجا وجود داره که آیا امی اشرف غنی که دکتاتور شد ظالم شد یک باره در دو ماه سه ماه به وجود آمده، یا این سبک و شیوه حاکمیت از دو بسیار صاف است، دو جمع دو چهار وقت پوره شده مطابق ماده 61 قانون اساسی افغانستان آقای غنی دیگر رئیس جمهور نیست، باید بدیل سنجیده شوه نه بحث های دیگر. بسیار خوب، در این مسئله ما قطعا مدافع رئیس جمهور غنی نیستیم. در مجموع این حاکمیت برای ما حاکمیتی که به قانون باور نداره، غاصب هست، برادر حقوق اساسی مردم تامین کردن نمیتونه. بزرگترین مسئله که بر حیات مردم برمیخوره پیش از انتخابات دروغین مسئله صلح است، با او باور نداره. در او ما حرفی نداریم، حرف ما ایست که امی تناقضات میان اشرف غنی و امی شورای کاندیدای ریاست جمهوری، اینمی یک طرف هم بر بنیاد منافع افغانستان نمیتونن به اثبات برسانن که کدام منافع مردم اینا شده. اما ثبوت منافع شما... به قبل آقای ایوبی تا قیامت ممکن نیست. نه اجازه بدید، ما اینا رو میگیم. ای تو فرض کنیم که امی اشرف غنی برای فردا نیست و انتخابات برگزار میشن، اینا شرط گذاشتن که انتخابات شفاف عدم موجودیت رئیس جمهور هست، بعد از انتخابات شفاف برگزار میشه. اول خو ما اولویت ما سازمان صلح و توسعه صلح هست نه انتخابات، و انشالله که انتخابات نمیشه اصلا، اینا با بیراه رفتن. دوم گیرم اشرف غنی نیست، امی دوستام رای ما حساب بکنه که از 2002 تا به امروز که دموکراسی مسخ شده، بنیاد اساسی انتخابات سه وسیله ناروا بوده. آقای اجاز... اگر این بنیادها بر اساس منافع ملی و حق مردم محاسبه شوه، باید هزاران سر رهبر اثر بریده شوه در اجازه بدین امیر رقم هست. از 2002 به این طرف انتخابات که در ریاست جنوبی شورای ولایتی و اینا برگزار شده، سه وسیله ناروا و مشروع حاکم بود: تفنگدار در قریه، مداخله دولت و با کاربرد پول غارت شده. امینال هم اینمی انتخاباتی که برگزار میشه گیرم اشرف غنی نیست، دمی شرایطی که از یک طرف طالب حلقه را خرد کرده میروان اجازه بدین، از طرف دوم آیا اینمی سه ورسله ناروا ای دوستا زمانت کرده میتونه که در این انتخابات اونا حاکم نیست؟ چهارم اینمی کمیسیون، دو کمیسیونه که اینا ایجاد کردن که مربوط به احزاب است که هیچکشون مستقل نیست، اینا کفایت برگزاری این انتخابات یک چیز پاک کنیم. اجازه بدید آقای دهاتی، بخاطر اینکه وقت کم است، با دو نفر دیگه وقت، یک چیز پاک کنیم که اینجا بازی قدرت است. مردم دست پاک خیلی خوب برای دو طرف است، هر کدام از مردم صحبت میکنه در حالی که مردم از تیغ دولبه قرار گرفته و مردم بریده میشه. اجازه بدید که از آقای ایوبی پرسیم، څومره به دغه فشار وشی کولای چې عملی بڼه ځان ته غوره کړي دی دو دی غوښتنو د تعقب پر ګورم؟ زه یوازې دغه فشارونه د انتخاباتو په موضوع پرې ربط نه ورکوم. زه دا وایم چې زما څخه نیولې په افغانستان کې چې هر فرد
ژوند کوي د دغه موجوده حکومت په مقابل کې چې دغه نظام د بقا په نامه باندې د خلکو حیثیت او ابرو در سوال لاندې راوستل د نه تنها چې د سوال بلکې عملی اقدامات پر کوي د دې په مقابل کې راپورته کیدنګ د هر څومره لوی ناورین په مقابل کې فارز دی نه تنها دا چې د انتخابات په موضوع پر یو نو طالبان طالبان د خلاصونو رختي دي او دغه جبهه نه حق ده زه خبر کوم چې طالب تر اگر دي تروریستي موږ سره جنگي جو ټول د چیش ته پاره د چیش په نامه باندې هم د دې چې اساسي قانون لرو موږ او په اساسي قانون کې اجازه راکستا خبرې ته دا کسان چې تاسو ار څو چې پاتېږي حق دی دغه حق ده نو طالبان ټول حق دي د نظام زه تاسو ته یو خبر کوم زه د طالب او د داعش ګور طالب ته تر اگر بوله او ما ته دی ویل چې په دې خاطر تر اگر دي چې اساسي قانون نه مني اساسی قانون بنیاد چی دی د خلکو د ارادې تمثيل دی د خلکو د اعتراضات ته غوږ نیونګ دی د خلکو په خوښه باندې د نظام پر مختګ دی په نظام کې د عدالت تامین دی نو چې ما هغه قانون اساسی چې ته ماته راکې او طالب په وجنې په دې خاطر چې ترګر دی داعش په وجنې چې ترګر دی حقانی په وجنې چې ترګر دی مګر په خپل هم بیا د اساسی قانون د پښو لاندې کوي د اساسی قانون د نظام په نامه باندې د خلکو په کورونو نه وځي شي وجنې کینان وجنې ماشومان وجنې لندې بمباری کوي رشوت اخلي چور کوي چپاول کوي حتی اوس دې حالات دغه تر ورسېدي چې ته د خلکو پر ناموس تجاوز کوي نو ستا په مقابل کې چې زه مظاهره به نه کوم تلویزیون کې به نه کښېنم اوس بل پر زه ما د نظام او د حکومت مخالف ګڼي اوس پر شاهین کلي اردو حمله کیږي پر 402 بستر حمله کیږي او په هغه 402 بستر په شپخانه کې هغه زخمي چې د دې وطن د ننګ او د ناموس څخه د دفاع لپاره زخمي سوی دي سپینسرې مورې راغلې ده پیغله خورې راغلې ده ښځه راغلې ده ماشومان د پایوازۍ دپاره راغلې د دښمن نه نوځي هغه په شهادت رسي زخمي هم او د پایوازم ته ما تلویزیون ته راوغواړې زه چپ پاتې شم سیګار راپور ورکوي چې هغه سرباز چې د دې وطن د ننګ او د ناموس لپاره خپل ځان قرباني کړی دی دا هغه ښځه راځي خپل حق غواړي پر هغه تجاوز کیږي ایوبي تلویزیون ته ولاړ سي پټ پاتې شي د پکتیکا پر کومنده په پکتیکا کې حمله کیږي د پکتیا پر کلوردو کې حمله کیږي په کومنداني کې حمله کیږي د کندهار په ولایت کې ډېر خطرناک حادثې منځ راځي دوه ویش جنرالان په شهادت باندې رسیږي پر پارلمان حمله کیږي پر ستره محکمه حمله کیږي په د چرای جنبش پر شهیدانو باندې حمله کیږي همدار کند زومبک پر شهید څلور سوه د روژې په دوه میاشت په شهادت باندې رسیږي زه تلویزیون ته ولاړ سم زه چپ پاتې شم آیا دا فشار آیا دا فشار عملی ده ګور نو چې دا نه کیږي تلویزیون کې به خبره نه کوي زما پارلمان کې به خبره نه کوي مظاهره به نه کوي زما پښتنه دا نه ده چې دا کیږي زما پښتنه دا نه ده چې دا کیږي کنه کیږي یا دی وشي یا دی ونشي زما پښتنه دا ده چې آیا دغه فشار دا عملی ده دا بالکل دا عملی دی او دا درغه وخت پر عملی دی څو پر چې غنی استفا ورکې ولی نظام د غنی پښتون کې د غنی پښتون کې دا نظام نو مخ کې خلق غنی دې استفا ورکې انتخابات ته آیا غنی با آماده شي له د فشارو سره سره باید یې آماده کړل سي کنی دا وحشت دا تجاوز جنسي او دا فساد او واشه او دا د خلکو په کورونو نه وتل او د قانون شو به دا دوام پیدا کړي څومره به د تظاهرات او د پاتسون لمن وغځيږي دا کنه نو وسی کنه نو وسی کدا انتخابات کدا کاندیدان وکی کنه وکی دا به بل اخر د دغه وحشت په مقابل کې د خلکو د اصل تحمل د خلکو په پای ته رسیږي او دا به سکوت کوي ګوره یو کوپری نظام تحمل کېدل سي یو ظالم نظام نشي تحمل کېدل روشنايي لاریون کې بریدګر راغله ډیر کسان وشل شو زنبق چارایی کې خلک پوښتنه شو ډیر زیات څومره د خطر مړ شي تاسو اوس هم د میاشتې 3000 کسان وشل کیږي 3000 دی په ورځ مړ شي 6000 دی په ورځ مړ شي 5000 دی تاسو په دې لاریون کې استه وو چې په لومړي صف کې درېږي کدا د انتخابات په نامه نه راوځي زیم آیا فکر کوئ چې دغه سیاسي رهبران چې د خلکو وړاندې کوي د دوه زمن بم په صف کې اوسي په خپل باید ودرېږي دا خو د انتخاباتو موضوع دریږي مجبور مکلف ته چې دریږي هیڅ چاره نه لري کني په کور کې وژني لکه نور چې وژني شاوخوا دلته د قدرت داسې لیونی ناشتي چې کور په لندن کې دی کور په جرمني کې دی په خپل کور باندې حکومت نه لري دلته راځي د خلکو په کورونو باندې نو تاسو فکر کوئ چې اوس د محاسبې وخت را رسیدلی موږ مجبور یو څه شو کو زه اوس مثال زما خور مکتب ته ځي پونتون ته ځي لور مې ځي نور خلک تشویقوم زه سهار په موټر کې وړم اپشن راوړم مات پر لارې دا احساس پیدا کیږي چې دا زما په لور زما مکتب پونتون چې ته پاره ووایم نو بیا که زما لور زما ښځه پونتون ووایي درس ووایي بل وځ به دا تجاوز جنسي ته مجبور کیږي چې څوک دا خبره ول خلک ساده نيسي دا تا اول ته زه تا ته وایم دا زه موږ هر سړی خور لور مکتب ته استو پونتون چې ته پاره استوي
د دې د پاره چې د پښتون انتقال کو خپل شمسي صاحب خبره وکړه. شمسي صاحب خبره کوم، دا شمسي صاحب څه پښتنه کوم چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون دفترونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بند نسبه یونامه ته ور نه غلاس مللم ته ور نه اجازه راکړي چې وخت ډېر لاندې ځواب ورکړي. میاشتې کېږي او یا ورځې کېږي چې شل پنځه ویشت ښځې په خیمه کې په دونه کوچنۍ خیمه کې د ښکاریانو خیمه ده، په هغه کې نه لاره بنده کړې ده، نه سړک بنده کړې دي، نه نانوایي بنده کړې ده، نه چا ته تاوان رسولې دي، هغه هم نه منل کېږي، هغو باندې حمله کېږي. دلته در آباده پرې آقا شمسی، حالا چیزایی که برگشت به شما و حداقل صحبت های شما در همین میز یادم است که با این نظام مستبد، با این نظام خودکامه هیچ حرف جای را نمیگیره و امروز برخلاف گپای دیروزتان میگین که باید دیالوگ شود، چی راه باقی مانده؟ چیزایی را که گفتن دوستا در نهایتش. من با حرفای دوستا موافق هستم و موضوع با موضوع قبلی خودم موافق هستم که واقعا این راه حل هم نیست که ما در شروع با یک تظاهرات گسترده و همه جانبه دست بزنیم. من این را میگم که اگر نامزد کاندیدای ریاست جمهوری واقعا میخواهند که این دولت ضعیف بسازند یا حداقل این دولت وادار به بکنند، جلو صلاحیت های اجرایی از این را به صورت مکمل باید بگیرند. شما میبینید در یک ماه اخیر این مردم 17 تا 16 تا رئیس جمهور را مصروف همین برنامه ها ساخته و خودش ده ها دفاتر کمپاین در بسا نقاط شهر کابل و ولایت آقای ایوبی میگه که آقای ایوبی میگه که شروع حرکت میتونه محاسبات بعدی را هم رقم بزنه. چیزی که شما میگه حالا ممکن امی حرکت نتیجه مثبت بده، ولی بهتری هست که منابع فعالیت های حکومت خشکانده شود از تقرری های خودسرانه در این مرحله که حالا امضای تقرری ها دست معترضین نیست. آقای شمسی عرض مرا گوش کنین، چون صلاحیت اجرایی حکومت فعلا تمام هست، یعنی از مای جوزا به این طرف، این باید منابعش خشکانده شود و از خودسری ها و خودکامگی های بیشتر جلوگیری شود و اینا بالای حکومت با همکاری با کشورهای جهان چه قسم گرفته شود. حالا این پرسش که آقای بی هم زمان مطرح میکنه، خب تظاهرات فرض میگذاریم اگر این دوستا بسیار علاقمند تظاهرات هستند. نه نه، بس تظاهرات نیست، همین که جلب صلاحیت اجرایی گرفته شود چه قسم. فعلا چون حکومت از لحاظ حقوقی جایگاه حقوقی خود در نظام افغانستان نداره، وقتی که جایگاه حقوقی خود نداره بنان این نمیتونه در این مرحله کارهای اضافه را از دایی یا موافق هستند، اما چی قسم باید بگیره جلب شه؟ همون راهکار عملیش، راهکار عملی است که با جامعه جهانی صحبت شود. با جامعه جهانی صحبت شده آقای نظری گفت صلاحیت های حکومت محدود شود، فعالیت های حکومت محدود شود، در اون صورت اینا میتونن موفق شوند. فکر نمیکنید که خیلی خیالی است؟ نه یک خیالی چیزی که آدم چشم پت کنه بگویه و هیچ جنبه عملی نداشته باشه. آقای فیاض، مشکل شهروندای کابل واقعا جگر هر کابلی را در میته. هر روز در کابل مشکلات است. شما دیدین همین روز راههای تالار لویجرگه مسدود بود، هفته پیش مسدود بود، سرک ها مسدود است. ما حداقل به خاطر تغییر نظام اگر مبارزه هم میکنیم، نباید شهروندان کابل خود بیشتر از این به تکلیف و هر حرکت میتونه خیلی آسیب پذیر باشه بر مردم افغانستان. بر مردم افغانستان انفجار میشه، انتحار میشه. اینا میتونن در مراحل های بعدی بعد رازنی های مدنی تظاهرات یک راه باز میتونن. بسیار زیاد تشکر آقای شمسی، تشکر از مهمانای ما در استودیو. شما میدونید که تا ایدن بحث ما رو دنبال کردین. تا بعد.